با هم دیگه چمدونمون رو ببندیم، یه سفر 7 روزه خفن با هم دیگه داشته باشیم. اولین باره دارم ولایت میگیرم. واقعا داره اقدام میکنه که بره. این اول کاری من گم شدم. بیست تیر ماه و نمیدونم ساعت چند داریم، نمیدونم زوره. بریم که با هم دیگه چمدونمون رو ببندیم تا یه سفر 7 روزه خفن با هم دیگه داشته باشیم. وضعیت تیپمو و کثیفیه اینو کلاً نادیده بگیرید، چون اصلا حالم جالب نبود مثلا اینکه بخوام تیپ بزنم. وضعیت که شما مثلا خوب نیست. من پتمونم، پت خونگی، اسمشم جاسمه، 2 روز اومده. بولو خبر تو خط خبر لباسه یعنی که قراره با خودم ببرم. تقریبا حالا فکر کنم یه 8 دست خیلی زیاد، منظورم 6 تا میتونه خیلی مناسب تر باشه. خب قراره با خودم ببرم با یه سری حالا لباسه خونگی، هم لباس گرم میبرم هم لباس خنک و یه سری وسایل دیگه اینجا هم که حالا همشون بهتون میگم که چیان و برای چی دارم میبرم. از من به شما نصیحت، هیچ وقت وقتی میرید خرید از مادرتون نظر نپرسید، هیچ وقت، تا آخر عمرتون. ببین خیلی ذوق دارم، خیلی ذوق دارم، اولین باره دارم ولایت میگیرم. نه اصلا خوب نیست. باشید الان خیلی تاثیرگذار بود. ببین انقدر ذوق دارم نمیدونم از کجا باید براتون توضیح بدم، انقدر که ذوق کل وجودمو گرفته. ولی بگم که یه چمدونه نسبتاً بزرگه، یعنی از سایز بزرگش یه کوچولو کوچولتر. یه سری لباس گرم قراره ببرم چون ممکنه که هوا سرد بشه اونجا طبق گفته هاشون، مثل اینکه اونجا 21 تا 27 درجه از هواشو مثلا در صبح و زور، ولی شبشون 12 واسه همین مثلا خوبه که آدم لباس گرم با خودش داشته باشه. یه سری چیزای دیگه هم هست که خودشون به ما گفتن که اینا رو باید با خودتون بیارین. قشنگ مشخصه خیلی ذوق دارم. اول یه چیزی رو بگم، این دومین سفر منه ولی اولین سفرم به اونجایی که دارم میرم و اولین سفر منه تنهایی دارم میرم، اولین سفر تنهایی منه و واسه همین بدون خانواده، یعنی من دارم بابا خودم حرف میزنم. دومین سفر منه که فلان، اولین سفر منه که دارم تنهایی بدون خانواده دارم میرم و یکم استرس دارم، ولی خب هرچی که تونستم و حس کردم که مثلا ممکنه نیازشون اونجا خبر برداشتم یا گرفتم یا دارم میارم. آفرین. یکی گفتن که حتما با خودتون ضد آفتاب بیارید چون که ممکنه اونجا سیاه سوخت بندری بشید. کرم افتر بایت، اینم اسپری ضد پش است، گمیده که اصلا آدم هم دیگه نزدیک نمیشن، هیچ اهلی ناسی، هیچ نوع حیوانی، انسانی، حشره ای، هیچی. ولی اسپری دافه منظورش دفه حشره. الف داره آخه، دافه حشرات، اسپری دافه حشرات، نه قرص چیزه، قرص مالاریاه. بهم گفتن که حتما اینو با خودتون بیارید. شلوارمو بهش گفتم که من شلوارم شلوار میگم، بعد یهو بهم گفت کشاد کشاد بگی راحت باشی توش، حتی به حل برفتم شلوار میگم گوشات نیست. حتما با خودتون عینه ببرید اگه خواستید برید سفر. مونوپاد اصلش منقرض شده، این کس استفاده نمی‌کنه. خیلی باحاله به نظر. این ساحلیه بقیه بهش ماسکی نه ما میگیم ماسکی. کلا خیلی گارد داشتن رو اینکه من نرم این مسافرت رو، ولی من یعنی هر کاری میشد و کردم که برم.
واقعا الان ذوق دارم، یعنی همین الان نشم، همین الان داریم جمع میکنیم، بانو که داره با این کار جمع میکنه، همین الان هم منتظره من بگم من نمیام. اینجوری روز اولی که من گفتم من میخوام برم، بابام همهشو به شوخی گرفت. یعنی فکر میکرد که من دارم شوخی میکنم، همهش اینجوری. بعد دید نه، مثلا اینکه این مقدار جدیه قضیه و شقایق واقعا داره اقدام میکنه. که بعد هر 5 دقیقه بار من اصلا اجازه نمیدم، به خدا اگه بذارم بری اصلا یعنی چی؟ بعد دوباره مامانم میاردش بگو بابا این تو لیدر باشونه خیلی خوبه مطمئنی بعد آنها برست بعد میرفت یه دور میزن دوباره میرم من به خدا اجازه نمیدم اصلا چی ببین منم باش میرم افتیار بعد گفتیم نه بابا چی میگی؟ بعد یه 10 دقیقه ولی من باید برم بزنو گفتیم ما بس کن دیگه. یک تفاوت مامانم بابام اینجوری بود که مثلا بابام هر 5 دقیقه بار نظرش عوض میشد، مامانی هر نیم ساعت. خوبه. فردا طرفای ساعت 11 فکر میکنم، نه 10 پروازمونه که ما از 3 ساعت قبلش باید باشیم. راجبه اینا فکرای چیز نکن، اینا پدای الکلی هستن. یه ذره شخصیت داشت. یه توضیح دیگه هم بدم، این خیلی خوبه بچه ها، اینو بگیر حتما. کرمال زد آفتابه خیلی خوبه. و این هم که اسپری همیشگی منه، عاشقشم، گوچه فلاور درد فلورا فلاور انه. اوه مای گاد، خیلی ذوق دارم، خیلی، یعنی میزان ذوقم اینقدر زیاده که نمیدونم چجوری باید خودم رو کنترل کنم. اصلا بعضی اوقات حرف کم میارم با اینکه کلی حرف دارم. یه دقیقه حرف نزد. یه چیز دیگه هم هست، این که تو این توره از یه جایی به بعد تو لیدر دیگه تنهامون میذاره، یعنی میره برمیگرده و ما تنها میمونیم. حالا من نمیدونم که بمونم یا برم، هنوز تصمیمشو نگرفتم. حقیقتا تو فردا اصلا نمیتونم صبر کنم. خیلی برزم هیجان انگیزه. خیلی دارم با ذوق حرف میزنم چون واقعا ذوق دارم. مامانی اینا رو آورده. آزوغه. من تو عمرم خورما نخوردم. این همه برام آذوقه گذاشته. اسم کنم بخواهم برم اردو. از بیرون چیز نخور. گوش ندبر. اینا رو بخور. بسیر آبم بخور ببر. گوش ممکن یه روز صبحانه بخوریم دیگه. اگه بخوایم چیز بخوریم باید مثلا بخوریم. در غیر صورت میرم چیز اونجا شام میخوریم. میمونه. سلام، الان فرداه، ساعت 18:20 است، میشه 6:20 که ما تقریبا مثلا یه 40 دقیقه اینا حرکت میکنیم، 40 دقیقه دیگه حرکت میکنیم میریم سمت فرودگاه. چه میدونه اینا هم بستن. چه میدونه اینا مداره کارم که حالا باید داشته باشیم از واکسن تب زرد و کووید و یه سری مداره که دیگه که الان معلوم نیست. آهنگش خیلی ناراحت کننده. آقا ما رسیدیم تو، بعد زنگ زدیم به تیم گفتیم ما رو کجا بیاییم، گفتش که باید بری اوبر. حالا من دارم اینجا رو بهتون نشون میدم، صرفا اینم چمدونه معلومه نوعه فکر کنم. بله صحنه احساسی بود بچه ها، ولی نشد براتون فیلم بگیرم، گفتم شاید زشت باشه. خدا نگهدار. بله مامانی عزا گرفته ناراحت، بانو کیم چیکارش کنیم به خدا. یه بانو کیم نگران اونجا میره. خانم مامان چه خوشگله. خیلی مردم خونگرمی داره.
ولی خیلی پولکی هن. همه چی با رشوه حل میشه، همیشه دنبال اینن که پولی بگیرن. انعام بسیار رواج داره بچه ها اونجا، و اینکه دیگه بقیهش رو بذاریم واسه اونجا برپا که جانمونیم و پرواز. یه بار دیگه بگو کوچو کوچی. من مطمئنم اونجا یه جشن دعوتم، وگرنه یه همچین جوش و بزرگی برای چه باید دمه مسافرتی بزنه. بچه ها من رسیدم، اومدم نشستم، میخوام اینجا رو بتونشون بدم به این شکلیه. هنوز نمیدونم کار برده اینا چیه، ولی صرفا فقط براتون فیلم میگیرم تا موقعی که بخوایم پرواز کنیم. خیلی دوست دارم سریع تر خیلی دوست دارم سریع تر دستکاری کنم، نمیدونم کی باید این کار رو کنم. من فهمیدم که اصلا جام اینجاه، این دو تا مال یه نفر دیگه. مثل سگ تشنم ولی هیچ کی نمیاد بهم بگه. This is water. حجمه آره تعداد زیادی هندی. چرا همه دارن برمیگردن اپورت نگم کن اونجا یه هویی اومدن ترسی ریدم رسمن به خودم، همه شدم چپ چپ نگاه تو منده، همه هم دارن برمیگردن نگم کن. خرس چی؟ خرس چراغ. آها خرس چراغ. آها. روکسان تکونم خیلی بامزه حرف میزنم، بعد یه جمع دخترنا پاشدن من. خیلی خنک و خفنه. اینم از فری شاپ کنیا، خیلی جذابه. دا
برندا رو که دیگه شما ملاحظه می‌کنید، لویی ویتون، گوچی، فندی، اصلا گاد. چیز شیلینگ هم هست فایده پولشون. اینجا هم زده که مثلا نوشته که هر دلاری چقدره. حالا چقدر خودشون میفروشن؟ نه بخشید میخرن، چقدر خودشون میفروشن که تمام شد. هر دلار 145 شیلینگه، اگه درست گفته باشم البته. حالا باز میتونیم بریم بپرس، ولی طبق چیزی که من دارم میبینم همینه. من هنوز دارم از دم در فرودگاه فعلا خدا حافظ.